زندانیان جغرافیا نویسنده تیم مارشال قسمت چهارم اروپای غربی جهان مدرن خوب یا بد از اروپا جوانه زد این پایگاه غربی سرزمین بزرگ اوراسیا زادگاه روشنگری است که منجر به انقلاب صنعتی و آنچه شد که هر روز در اطرافمان میبینیم برای همین است که ما میتوانیم موقعیت اروپا را تقدیر یا نکوهش کنیم اقلیمی که توسط گلف استریم تغذیه می شود با بارش مناسب باران برای برداشت محصول در مقیاسی وسیع و خاک مناسب برای رشد آنها به این منطقه برکت ارزانی داشته است این امر امکان رشد جمعیت در منطقه ای را فراهم کرده که در اکثر اوقات سال حتی در اوج تابستان نیز کار کردن ممکن است زمستان در واقع مزیتی مضاعف است با دمایی به کافی گرم برای کار کردن اما به اندازه کافی سرد برای کشتن بسیاری از که ها کتاب امروز آفت بخش زیادی از دیگر نقاط جهان بوده است. برداشت خوب به معنای مواد غذایی مازاد است که می توان آنها را معامله کرد. این به نوبه خود مراکز تجاری ایجاد می کند که به شهرها بدل می شوند. وضعیت یاد شده همچنین به افراد اجازه می دهد که به چیزی بیش از پرورش غذا بیندیشند و توجه خود را به ایده ها و فنناوری ها معتوف کنند. اروپای غربی بیابان واقعی ندارد. مناطق سرمازده محدود به چند منطقه در شمال است و زلزله آتشفشان و سیلاب های عظیم اتفاقاتی نادر هستند. رودخانه ها طولانی، هموار، قابل کشتیرانی و ساخته شده برای تجارتند. همانطور که به انواع دریاها و قیانوس ها می ریزند، از خطوط ساحلی می گذرند که بنادر طبیعی فراوانی در غرب، شمال و جنوب دارند. اگر بخواهید آن را محصور شده در یک بوران برفی در کوههای آلپ تصور کنید یا منتظر فروکش کردن سیلاب ها در رود دانوب باشید، مواهب جغرافیایی اروپا ممکن است خیلی به چشم نیاید اما این مواهب در مقایسه با بسیاری از نقاط دیگر واقعا موهبتند این عوامل منجر به خلق نخستین کشورهای صنعتی اروپایی شد که به نوبه خود آنها را برای نخستین بار درگیر جنگ در مقیاس صنعتی کرد اگر اروپا را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، کوه‌ها، رودخانه‌ها و دره‌ها را می‌بینیم که توضیح می‌دهد چرا این قاره کشورهای زیادی دارد، برخلاف ایالات متحده آمریکا که در آن یک زبان و فرهنگ مسلط سریعا و با شدت به سمت غرب حرکت کرد و یک کشور بزرگ را تشکیل داد. رشد اروپا اساساً بیش از یک هزاره طول کشید و هنوز هم مناطق جغرافیایی و زبانیش از هم تفکیک شده است. به عنوان مثال، قبایل مختلف شبه جزیره ایبری برای پراکنده شدن در شمال در مسیر فرانسه با مانع کوههای پیرنه روبرو بودند و به تدریج طی هزاران سال اسپانیا و پرتغال را شکل دادند. حتی اسپانیا کشوری کاملا متحد نیست و کاتالونیا به شکل روزافزونی خواهان استقلال است فرانسه نیز با موانع طبیعی شکل گرفته که در میان رشته کوه‌های پیرنه و آلب رودخانه راین و اقیانوس اطلس محصور شده است رودخانه های بزرگ اروپایی بدون احتساب رود سوا که در بلگراد به دانوب می ریزد به یکدیگر نمیپیوندند و این تا حدودی توضیح می دهد که چرا در چنین فضای به نسبت محدودی کشورهای زیادی وجود دارند. زیرا رودخانه های اروپا به یکدیگر متصل نمی شوند، در جاهایی به عنوان مرز عمل می کنند و هر یک حوزه نفوذ اقتصادی مخصوص خود را دارند. این امر منجر به شکل گیری حداقل یک شهر بزرگ در هاشیه های هر کدام از رودخانه ها شده است که برخی از این شهرها نیز تبدیل به پای تخت شدند. رود دانوب با 1780 مایل طول به عنوان دومین رودخانه طولانی اروپا یک مورد مثال زدنی است. این رود از جنگل سیاه آلمان سرچشمه می گیرد و تا جنوب به سمت دریای سیاه جریان دارد. حوزه دانوب در کل 18 کشور را تحت تاثیر قرار داده و در مسیر خود مرزهای طبیعی را شکل می دهد. مانند مرز بین اسلوواکی و مجارستان، کرواسی و سربستان، سربستان و رومانی و رومانی و بلغارستان. بیش از دو هزار سال پیش دانوب یکی از مرزهای امپراتوری روم بود که به نوبه خود به یکی از مسیرهای تجاری بزرگ در قرون وسطا تبدیل و منشأ رشد پایتختهای امروزی وین براتیسلاو بوداپست و بلگراد شد این رودخانه همچنین مرز طبیعی میان دو امپراتوری پس از آن اتریش مجارستان و عثمانی را تشکیل میداد همین که آنها دچار زوال شدند کشورها دوباره سر برآوردند و در نهایت دولت ملت ها را تشکیل دادند با این حال جغرافیای منطقه دانوب به ویژه در منتهای جنوبی آن توضیح می دهد که چرا در مقایسه با کشورهای بزرگتر در داخل و اطراف دشت شمالی اروپا کشورهای کوچک زیادی در این ناحیه وجود دارد. چندین قرن است که کشورهای اروپای شمالی ثروتمندتر از جنوب هستند شمال زودتر از جنوب صنعتی شد و به همین ترتیب از لحاظ اقتصادی نیز موفقتر بوده است همانطور که بسیاری از کشورهای شمال اروپا قلب اروپای غربی را تشکیل می‌دهند، ارتباطات تجاری آنها راحت تر صورت می‌گرفت. چونان که یک همسایه ثروتمند می توانست با همسایه دیگری به تجارت بپردازد. حالان که به عنوان مثال اسپانیایی ها برای تجارت مجبور به عبور از کوه های پیرنه بودند یا باید به بازارهای محدود پرتغال و شمال آفریقا بسنده می کردند. همچنین نظریه های غیرقابل قابل اثباتی وجود دارد مبنی بر اینکه سیطره مذهب کاتولیک در جنوب آن را عقب نگه داشت در حالی که اخلاق کار پروتستان کشورهای شمالی را به قله های رفیع تر سوق داد هر بار که به شهر مونیخ در ایالت باواریا می روم، به این نظریه می اندیشم و هنگامی که از مقابل دفاتر BMW ام و زیمنس می درباره آن دوچار شک می شوم. سی و درصد جمعیت آلمان کاتولیک هستند و باواریا منطقه عمدتا کاتولیک نشین است اما ظاهرا دلبستگی های مذهبی آنها تأثیری بر پیشرفتشان یا اصرار آنها مبنی بر اینکه یونانیان باید سختتر کار کنند و مالیات بیشتری بپردازند نداشته است تقابل بین اروپای شمالی و جنوبی نیز حداقل تا حدودی به این واقعیت ارتباط دارد که جنوب دارای دشتهای ساحلی مناسب کمتری برای کشاورزی است و بیشتر از خشکسالی و بلاهای طبیعی رنج میبرد گرچه میزان آن کمتر از سایر نقاط جهان است همانطور که در فصل نخست دیدیم دشت شمال اروپا مانند دالانی است که از فرانسه تا کوههای اورال در روسیه کشیده شده و از سمت شمال به دریاهای شمال و بالتیک وصل می شود. این دشت به لحاظ سرزمینی اجازه می دهد که کشاورزی در مقیاسی وسیع صورت گیرد و آبراه ها امکان انتقال محصولات و سایر کالاها را به راحتی فراهم می کنند. از میان کشورهای این دشت فرانسه بهترین موقعیت مکانی را برای بربرداری از آن دارد فرانسه تنها کشور اروپایی است که می تواند هم قدرت شمالی باشد و هم جنوبی این کشور مجموعه ای از زمینهای های حاصلخیز در اروپای غربی دارد و بسیاری از رودخانه های آن به یکدیگر متصل می شوند یکی از آنها در مسیر غرب به سمت آتلانتیک جاری است یعنی رود سن و دیگری یعنی رود رون مسیر جنوب را تا دریای مدیترانه طی کند. این عوامل همراه با هموار بودن نسبی دشت به اتحاد مناطق و تمرکز قدرت به ویژه از زمان نافلون قوام بخشیده است. اما در جنوب و غرب بسیاری از کشورها تا حدودی به دلیل موقعیت جغرافیاییشان در رده دوم قدرتهای اروپایی باقی ماندند مثلا جنوب ایتالیا از نظر توسعه همچنان پشت سر شمال قرار دارد و اگرچه از سال 1871 یک کشور متحد شامل ونیز و روم شده ولی شکاف میان شمال و جنوب در حال حاضر حتی بیش از ما قبل جنگ جهانی دوم است. صنایع سنگین گردشگری و مراکز مالی شمال که به معنای سطح بالاتری از زندگی در آن است منجر به تشکیل احزاب سیاسی برای کاهش یارانه‌های دولتی به جنوب یا حتی از بین رفتن آن می‌شود. اسپانیا نیز در تقلاست و همواره به دلیل موقعیت جغرافیاییش در تقلا بوده است نوار باریک دشتهای ساحلی آن خاک ضعیفی دارد و دسترسی به بازارهای داخلیش از طریق رودخانهای کوتاه آن و مستاع مرکزی فلات قارهی محصور شده به وسیله دامنههای کوه که برخی از رودها از میانش میگذرند محدود شده است تجارت با اروپای غربی به دلیل وجود کوه‌های پیرنه موانع بیشتری ایجاد کرده است و بازارهای آن به سمت کشورهای در حال توسعه جنوب در آن سوی دریای مدیترانه درآمد محدودی دارند این موضوع پس از جنگ جهانی دوم به دست فراموشی سپرده شد به همان گونه که در سایه دیکتاتوری فرانکو به لحاظ سیاسی از بیشتر اروپای مدرن دور ماند فرانکو در سال 1975 فوت کرد و اسپانیای به تازگی دموکرات شده در سال 1986 به اتحادیه اروپا پیوست. این کشور تا دهه 1990 تلاش کرد تا با بقیه اروپای غربی هماهنگ شود اما جغرافیا و نقاط ضعف مالی این کشور را همچنان عقب نگه داشت و این وضعیت به خاطر مشکلات هزینه کردن گزاف و از دست دادن کنترل مالی مرکزی تشدید شد اسپانیا از جمله کشورهایی بود که بدترین ضربه را از بحران اقتصادی سال 2008 متحمل شد یونان به طریق مشابهی در رنج است. بخش عمده سواحل یونان از سخراهای شیبدار تشکیل شده و دشتهای ساحلی زیادی برای کشاورزی وجود ندارد. در داخل خاک یونان سخراهای شیبدار زیاد، رودخانه های بدون امکان حمل و نقل در آنها زیاد و در رهای حاصل خیز و وسیع کمتری وجود دارد. هرچند زمین های کشاورزی با کیفیت بالا هم وجود دارند ولی مشکل اینجاست که به حدی چشمگیر نیست که به یونان امکان دهد تا به یک صادر کننده عمده محصولات کشاورزی تبدیل شود یا تعداد نواحی شهری مهم بیشتری را با جمعیت تحصیل کرده دارای مهارت بالا و از جنبه فنی پیشرفته گسترش دهد. وضعیت یونان به دلیل موقعیت جغرافیاییش وخیم تر شده است. آتن در زل یک شبه جزیره قرار دارد که تقریبا راه زمینی تجارت آن با اروپا قطع است. یونان برای دسترسی به تجارت دریایی در منطقه به دریای اژه وابسته است اما در سراسر سر این دریا ترکیه به مسابه یک دشمن بالقوه بزرگ واقع شده است یونان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چندین بار با ترکیه وارد جنگ شد و در حالی که به لحاظ مالی توانایی آن را ندارد هنوز هم مقدار زیادی یورو صرف امور دفاعیش می کند. سرزمین اصلی توسط کوه محافظت می شود اما حدود 1400 جزیره یونانی وجود دارد که تقریبا 200 جزیره آن مسکونی است فقط یک نیروی دریایی مناسب می خواهد تا در اطراف این قلم رو گشت زنی کند. نیروی به اندازه کافی قوی تا مانع هر گونه تلاش برای تصاحب آنها شود. در نتیجه این امر مستلزم صرف هزینه های نظامی گذافی است که یونان نمی تواند از پس آن براید. در طول جنگ سرد آمریکایی ها و در مقیاسی محدودتر انگلیسی ها ارائه برخی از ملزومات نظامی را به منظور دور نگه داشتن اتحاد جماهیر شوروی از دریای اژه و مدیترانه متقبل شدند وقتی جنگ سرد به پایان رسید صدور چک نیز متوقف شد اما یونان همچنان به خرج کردن ادامه داد. این شکاف تاریخی تا آستانی سقوط مالی که در سال 2008 به اروپا ضربه زد ادامه پیدا کرد و بر شکاف ایدئولوژیک در منطقه اروپا تأثیر گذاشت. در سال 2012 زمانی که کمکهای مالی آغاز و از یونانیان خواسته شد که ریاضت اقتصادی پیشه کنند تا این کشور را پا بر جا و در منطقه یورو نگه دارند شکاف جغرافیایی خیلی زود نمایان شد. کمک کنندگان و طلبکاران از کشورهای شمالی بودند دریافت کنندگان و متقاضیان عمدتا از جنوب طولی نکشید که مردم آلمان این نکته را یادآور شدند که آنها تا 65 سالگی کار می کنند و مالیات میدهند که به یونان می رود تا مردم این کشور بتوانند در 55 سالگی بازنشسته شوند. آنها سپس پرسیدند چرا و پاسخ بگذاریم قانع کننده نبود. آلمانیها اقدامات ریاضتی تحمیل شده در ازای کمک مالی را رهبری کردند. یونانیان هم شدیدن واکنش نشان دادند. به عنوان مثال، ولفگانگ شوبل وزیر دارایی آلمان گفت او هنوز مطمئن نیست که تمام احزاب سیاسی یونان از مسئولیت خود در مورد شرایط دشوار کشورشان مطلع باشند. و کارلوس پاپولیاس رئیس جمهور یونان که روزگاری با نازی ها جنگیده بود در پاسخ گفت من نمیتوانم توهین آقای شغل به کشورم را بپذیرم مگر آقای شوبل کیست که بخواهد به یونان توهین کند هلندی ها چه محلی از اعراب دارند فنلاندی ها مگر که هستند او همچنین با اشاره به جنگ جهانی دوم گفت ما همیشه افتخار می کردیم که نه تنها از آزادی خود بلکه از کشور خود و حتی آزادی اروپا دفاع می کنیم. کلیشه های ناخوشایندی چون جنوبی های تنپرور و شمالی های دقیق و صنعتی خیلی زود ورده زبان ها شد. رسانه های یونان هم با یادآوری مداوم مناشیانه گذشته آلمان بان پاسخ می دادند. از جمله با کشیدن سیبیل هیتلری برای صدر مرکل در صفحه اول روزنامه ها. مالیات دهندگان یونانی که البته مالیات آنها برای تأمین اقتصادی کشور کافی نیست، دیدگاه بسیار متفاوتی دارند و میپرسند چرا آلمانی ها باید به ما دستور بدهند وقتی یورو ها بیشتر از هر کس دیگری سود میرساند. یونان و جاهای دیگری که اقدامات ریاضت طلبانه اقتصادی شمال بانها با تحمیل شده است، این وضعیت را توهینی به حق حاکمیت خود می دانند. شکاف در امارت خانواده اروپا در حال ظاهر شدن است. بحران مالی در حاشیه اروپای غربی، یونان را به یک عضو نیمه وابسته مبدل کرده و شرق اروپا دوباره شاهد مناقشه است. اگر قرار باشد صلح غیرمعمول هفتاد سال گذشته در این قرن هم ادامه یابد چون این صلحی نیازمند عشق مراقبت و توجه خواهد بود نسلهای پس از جنگ جهانی دوم در فضای صلح و آرامش به عنوان یک هنجار رشد کردند اما در مورد نسل فعلی نکته متفاوت این است که اروپایی ها تصور خلاف صلح را دور از ذهن می دانند. اینطور به نظر می رسد که جنگها در جای دیگر یا در گذشته رخ دادند یا در بدترین حالت در حاشیه اروپا اتفاق می افتند. ناشی از دو جنگ جهانی، هفت ده استقرار صلح و سپس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از مردم را متقاعد کرده که اروپای غربی یک منطقه پسا منازعه است. دلایلی وجود دارد تا به این باور برسیم که این امر در آینده ممکن است درست باشد اما منابع بالقوه تضاد زیر پوستی هم وجود دارند و تنش بین اروپایی ها و روس ها ممکن است به رویارویی منجر شود مثلا تاریخ و تغییر شکل جغرافیایی باعث تزلزل در سیاست خارجی لهستان می شود. حتی اگر این کشور در حال حاضر در صلح آرامش بوده و عضوی موفق و با 38 میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا باشد. لهستان به لحاظ مساحت نیز یکی از کشورهای بزرگ است و حجم اقتصاد آن از زمان سقوط پرده آهنین دو برابر شده اما به نظر می رسد هنوز هم با نگاه به گذشته در تلاش برای تضمین آینده است دالان دشت شمالی اروپا در کم ارز ترین قسمت آن بین ساحل بالتیک لهستان در شمال و ابتدای کوههای کارپات در جنوب قرار دارد این جایی است که از چشمانداز نظامی روسیه بهترین خط دفاعی میتواند در آنجا مستقر شود یا از نقطه نظر مهاجم اینجا همون نقطه ای است که نیروهایش قبل از شعله شدن جنگ با روسیه به درد سر خواهند افتاد همانطور که ارتشها از شرق و غرب این کشور عبور کردند، لهستانی ها شاهد هر دو وضعیت بودند و مرزها مرتبا تغییر کردند. اگر نگاهی به اطلس تایمز تاریخ اروپا بیاندازید و مانند یک کتاب مصور صفحات را به سرعت فرق بزنید لهستان در سال هزار میلادی برپا می شود سپس به طور مداوم تغییر شکل می دهد محو و دوباره ظاهر می شود تا جایی که در اواخر قرن بیستم به شکل کنونی خود در می آید. موقعیت آلمان و روسیه در کنار تجربه لهستان از این دو کشور نیز متحدی طبیعی برای ورشو ایجاد نمی کند. لهستان همانند فرانسه می خواهد که آلمان را در داخل اتحادیه اروپا و ناتو محدود کند. در حالی که نگرانی های نچندان قدیمی در خصوص روسیه همراه با بحران در اوکراین بر آن مسئله پیشی گرفته است. لهستان طی قرنها شاهد اوج و فرود روزها در درون و همچنین نسبت به خود آنها بوده است پس از دوره کوتاه از زوال در پایان عصر امپراتوری شوروی روسیه تنها یک مسیر وجود داشت که این کشور متاقبا می توانست دنبال کند. روابط با بریتانیا به عنوان موازنه ای مقابل آلمان در اتحادیه اروپا که به راحتی برقرار شد. حتی به رغم خیانت سال 1939 که بریتانیا با فرانسه بر اساس معاهداتشان باید در صورت حمله آلمان به کمک لهستان میرفتند. وقتی این تهاجم صورت گرفت، جنگ تدافعی تنها واکنش به حمله برقاسا بود، در حالی که هر دو متحد پشت خط ماژینو در فرانسه موضع گرفته بودند، لهستان در حال بلعیده شدن بود. با این حال روابط با انگلیس مستحکم است حتی با وجود اینکه آمریکا متحد اصلی لهستان آزاد شده در سال 1989 شد آمریکایی ها لهستان را با آغوش باز پذیرفتند و برعکس هر دوی آنها در ذهن خود به روس ها لهستان در سال 1999 به ناتو پیوست و فاصله متفقین را به 400 مایلی مسکو رسانید تا آن زمان چند کشور دیگر عضو پیمان ورشو نیز به عضویت متفقین در آمده بودند و در سال 1999 مسکو به ناگزیر دید که ناتو با سربستان متحدش وارد جنگ شده است. روسیه در دهه 1990 در موقعیتی نبود که آنها را عقب براند، اما پس از هرج و مرج دوران یلتسین، پوتین وارد عمل شد و تزلزل را کنار گذاشت. بهترین نقل قولی که به هنری کسینجر در دهه 1970 نسبت داده شده این است که در پاسخ خبرنگاری گفت اگر بخواهم به اروپا تلفن بزنم به چه کسی زنگ میزنم ها یک پرسش به روز داشتند اگر روزها تهدید کنند آیا باید به بروکسل زنگ بزنیم یا به واشنگتن پاسخش را هم خودشان میدانند کشورهای بالکان نیز بار دیگر از قید بند امپراتوری رها می شوند. کوهستانی بودن آنها منجر به ظهور بسیاری از کشورهای کوچک در این منطقه شده و به رغم تلاشهای زیاد برای ایجاد اتحاد میان اسلافهای جنوب که به عنوان یوگسلاوی شناخته می شود، کوهستانی بودن منطقه از عللی محسوب می شد که مانع یک پارچگی آنها گردید. به دنبال جنگ های دهه 1990 بسیاری از کشورهای یوگسلاوی سابق به غرب روی آوردند. اما در سربستان کشش به شرق به دلیل مذهب ارتودکس و نژاد اسلاو آنها همچنان قوی است. روسیه که هنوز باید کشورهای غربی را به خاطر بمباران سربستان در سال 1999 و جدایی کوزووا به بخشت نیز تلاش می کند تا سربستان را از طریق کشمکش های گرانشی زبان، قومیت، مذهب و معاملات انرژی وارد مدار خود کند. بیسمارک در جمله مشهوری گفته بود که جرقه یک جنگ مهم با برخی از چیزهای احمقانه در بالکان زده می شود و این سخن به حقیقت پیوست. این منطقه همکنون میدان جنگ اقتصادی و دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا، ناتو، ترکها و روس هاست که همگی به دنبال نفوذ هستند آلبانی، بلغارستان، کرواسی و رومانی انتخاب خود را انجام داده و به ناتو پیوستند و به جز آلبانی در اتحادیه اروپا نیز هستند، همانطور که اسلوونی هست. تنش ها به سمت شمال و اسکاندیناوی گسترش میابد دانمارک در حال حاضر عضو ناتوست و ظهور دوباره روسیه به این بحث در سوئد دامن زده که آیا وقت آن نرسیده است تا بیطرفی دو قرن گذشته خود را کنار بگذارد و به متفقین بپیوندد جنگنده های روسی در سال 2013 در نیمه شبی دیوار صوتی را در سوئد شکستند به نظر می رسد که سامانه دفاعی سوئد فعال نبود چون نتوانست هواپیماها را ردیابی کند و این نیروی هوایی دانمارک بود که روسها را از منطقه دور کرد با وجود این حادثه اکثر سوئدی ها مخالف عضویت در ناتو هستند اما بحث ها ادامه دارد و مسکو در بیانیه ای هشدار داده که اگر سوئد یا فنلاند به این اتحادیه بپیوندند مجبور به واکنش خواهد شد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو نیازمند ایجاد یک جبهه متحد در برابر این چالش ها هستند اما این ممکن نخواهد بود مگر در صورتی که رابطه کلیدی بین فرانسه و آلمان در اتحادیه اروپا ادامی یابد همانطور که دیدیم فرانسه در بهترین موقعیت جغرافیایی برای استفاده از آب و هوا مسیرهای تجاری و مرزهای طبیعی اروپا قرار دارد این کشور در موقعیتی حفاظت شده است به جز یک منطقه شمال شرقی که در زمین هموار دشت شمال اروپای آن آلمان قرار دارد تا پیش از شکلگیری آلمان به عنوان یک کشور واحد این مسئله مهم نبود فرانسه فاصله قابل توجهی از روسیه داشت دور از قبایل مغولی و یک کانال ارتباطی بین این کشور و انگلیس بود که نشان میداد تلاش برای یک حمله تمام ایار و اشغال کامل کشور احتمالاً دفع خواهد شد در واقع فرانسه قدرت برتر قاره اروپا بود حتی آوازه قدرتش تا دروازه های مسکو میرفت. اما بعد آلمان متحد شد این کار مدت زمانی طول کشید قدمت ایده آلمان به قرنها پیش باز می گردد. سرزمین های شرقی فرانک شامل 500 پادشاهی کوچک که بخشی از سرزمین امپراتوری مقدس روم در قرن دهم ده بود آلمانی خوانده می شد. پس از سقوط امپراتوری مقدس روم در سال 1806 کنفدراسیون آلمان متشکل از 39 ایالت در سال 1815 در کنگره وین گرد هم آمدند این به نوبه خود منجر به تشکیل کنفدراسیون آلمان شمالی و سپس اتحادیه آلمان در سال 1871 پس از جنگ فرانکو پروس شد که در آن سربازان آلمانی پیروزمندان پاریس را اشغال کردند. اکنون فرانسه در مرزهای خود همسایه داشت که از لحاظ جغرافیایی بزرگتر از خودش بود و نرخ جمعیت مشابهی اما با رشد بهتر و صنعتی تر داشت. یک پارچگی آلمان در قصر ورسای در نزدیکی پاریس پس از پیروزی آلمان اعلام شد. دشت شمال اروپا نقطه ضعف دفاعی فرانسه محسوب می شد که به آن رخنه شده بود. طی هفتاد سال بعد پس از آنکه فرانسه به جای جنگ سعی داشت تا با استفاده از دیپلماسی تهدید از جانب شرق را خونسا کند این رخنه دوباره دیگر رخ داد. آلمان نسبت به فرانسه هموار مشکلات جغرافیایی بزرگتری داشته است. سرزمین هموار دشت شمال اروپا به دو دلیل جای نگرانی داشت. در غرب آلمانها همسایه قدرتمند و یک پارچه قدیمی خود فرانسه را می دیدند و در شرق نیز خرس قول پیکر روسیه را. بیشترین ترس ها حمله همزمان هر دو قدرت در امتداد زمین هموار این دالان بود، هرگز نخواهیم فهمید آیا چون این اتفاقی روی میداد یا نه اما اگر رخ میداد عواقب فاجعه باری می داشت. فرانسه نگران آلمان بود و آلمان نیز نگران فرانسه و زمانی که فرانسه و انگلیس در اتحاد سگانه 1907 به روسیه پیوستند، آلمان بابت هر آنها نگرانی داشت. حالا جنبه دیگری هم وجود داشت و آن اینکه نیروی دریایی بریتانیا هر زمان که میخواست میتوانست مانع دسترسی آلمان به دریای شمال و اقیانوس اطلس شود. راه حل این قضیه هم حداقل در دو نوبت نخست حمله به فرانسه بود موزل موقعیت جغرافیایی و تجاوز آلمان به عنوان مسئله آلمان شناخته می شود پاسخ به این مسئله پس از وحشت از جنگ جهانی دوم و همچنین پس از چندین قرن جنگ پذیرش حضور یگانه قدرت نوپا یعنی ایالات متحده آمریکا در سرزمین های اروپایی بود که ناتو را ایجاد کرد و اجازه تأسیس مشروط اتحادیه اروپا را داد اروپای تحلیل رفته پس از جنگ با اتکاب تضمین امنیت خود توسط ارتش آمریکا تجربهای شگفتآور را آغاز کرد از آنها خواسته شد تا به هم اعتماد کنند. اتحادیه اروپای حال حاضر به گونه ای شکل گرفته که فرانسه و آلمان بتوانند دوستانه و گرم همدیگر را در آغوش بکشند، طوری که هیچ کدام قادر به ضربه زدن به دیگری نباشد. این کار به نحو احسن انجام شد و فضای جغرافیایی بزرگی ایجاد شده است که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهان را در بر میگیرد این امر به فیش برای آلمان که از خاکسترهای سال 1945 برخواست و از مزایای جغرافیاییش که زمانی مایه نگرانیش بود استفاده کرد کارساز بوده است. این کشور بزرگترین پولید کننده اروپا شد. به جای فرستادن ارتش به سراسر سر سرزمین های هموار، کالاهایش را با برچسب معتبر ساخت آلمان ارسال کرد و این کالاها به سمت رودخانه های راین و الب و از طریق اتوبان ها به اروپا و جهان، شمال، جنوب، غرب و به طور فزاینده از سال 1990 به جانب شرق سرازیر شدند. با این حال آنچه که در ابتدا با تأسیس اتحادیه زغال سنگ و فولاد توسط شش کشور اروپایی در سال 1951 شکل گرفت بعد به اتحادیه اروپا با 28 کشور عضو و با هسته ایدئولوژی که اتحادی هرچه نزدیکتر تبدیل شد پس از نخستین بحران مالی بزرگ که به اتحادیه آسیب زد ایدئولوژی وضعیت نامشخصی پیدا کرد و الزاماتی که نقطه اتصال اتحادیه محسوب میشوند در حال فرسایش هستند نشانه هایی از آنچه که رابرت کاپلان نویسنده ی مسائل ژئوپلیتیک انتقام جغرافیا خوانده است در اتحادیه اروپا نیز وجود دارد یک پارچگی بیش از پیش اتحادیه باعث شده که 19 کشور از 28 کشور یک ارز واحد به نام یورو داشته باشند تمام 28 عضو به جز دانمارک و بریتانیا متحد به پیوستن به آن در وضعیت و زمانی هستند که شرایط آن را داشته باشند. آنچه که در حال حاضر مشخص است و حتی هنگام راه اندازی در سال 1999 نیز بدیهی به نظر می رسید، آن است که بسیاری از کشورهای عضو آمادگی پذیرشان را نداشتند. در سال 1999 بسیاری از کشورها با چشمان کاملا بسته روابط تازه تعریف شده ای را شروع کردند. به نظر می رسید که همه آنها میزانی از بدهی، بیکاری و تورم را در چارچوب محدودیت مشخصی داشته باشند. مشکل این بود که برخی از آنها به ویژه یونان آمار و ارقام مربوطه را تغییر می دادند. اکثر کارشناسان از این امر اطلاع داشتند اما چون یورو فقط یک واحد پولی نیست و یک ایدئولوژی نیز هست بنابراین اعضا چشم خود را بر این واقعیت بستند کشورهای منطقه یورو موافقت کرده بودند که به لحاظ اقتصادی همانطور که یونانیان بدان اشاره کردند در غم و شادی همراه هم باشند اما زمانی که بحران اقتصادی سال 2008 رخ داد کشورهای ثروتمندتر مجبور به دادن کمک مالی به کشورهای فقیرتر شدند و سر و صدای تلخ داخلی بلند شد همپیمانان تا به امروز هم در حال جنگ و مرافع با یکدیگر در این زمینه هستند. بحران یورو و مشکلات اقتصادی گستردهتر تر شکاف ها در بنای اتحادیه اروپا به ویژه در خصوص گسلهای قدیمی بین شمال جنوب را هویدا کرده است. به نظر می رسد رویای اتحاد هرچه بیشتر متوقف شده یا حتی در مسیر عکس خود قرار گرفته است. اگر چنین باشد در نتیجه موزل آلمان ممکن است دوباره برگردد اگر از منشور 7 ده صلح نگاه شود این مسئله ممکن است زنگ خطری باشد و آلمان یکی از صلحآمیزترین و دموکراتیکترین اعضای جامعه اروپاست اما با نگاه به منشور 7 قرن جنگ در اروپا نمیتوان آن را از این قاعده مستثنا دانست آلمان مصمم است که یک اروپایی خوب باقی بماند. آلمان ها به طور غریزی می دانند که اگر اتحادیه اروپا دچار انشقاق شود، ترس های قدیمی آلمان دوباره بروز خواهد کرد. به ویژان که امروزه با 82 میلیون نفر جمعیت و دارا بودن چهارمین اقتصاد جهان با فاصله پر جمعیت ترین و ثروتمندترین کشور اروپایی است. یک اتحادیه اروپای ناکام همچنین از لحاظ اقتصادی با آلمان آسیب خواهد زد. سومین سادر کننده بزرگ کالا در جهان دوست ندارد ببیند که نزدیکترین بازار آن زیر چتر حمایت از تولیدات داخلی قرار گیرد. حکومت ملی آلمان با وجود اینکه کمتر از 150 سال قدمت دارد در حال حاضر قدرت اجتناب ناپذیر اروپا محسوب می شود. این کشور در زمینه اقتصادی بی رقیب است. ملایم سخن میگوید در حالی که چماق بزرگی به شکل ای رو حمل می کند و قاره اروپا به او گوش می دهد. با این حال در سیاست خارجی جهانی به وضوح ملایم سخن میگوید، گوید. گاهی اوقات سکوت می کند و از توسط به چماق پرهیز دارد. سایه جنگ جهانی دوم هنوز روی آلمان سنگینی می کند. آمریکایی ها و در نهایت اروپای غربی بر آن بودند تا آلمان به علت وجود تهدید شوروی مجددا مسلح شود اما آلمان تقریبا با اکراه مسلح شد و نسبت به استفاده از قدرت نظامی خود بیمیل بود آلمان در کوزوو و افغانستان به عنوان بازیگر فرعی ایفای نقش کرد و تصمیم گرفت که خود را از درگیری ها در لیبی کنار بکشد جدیترین تهاجم دیپلماتیک این کشور در یک بحران غیر اقتصادی در اوکراین بوده است که به ما چیزهای زیادی درباره این نشان می دهد که آلمان در حال حاضر به دنبال چیست. آلمانی ها در ماجرای سرنگونی یانوکویچ رئیس جمهوری اوکراین در سال 2014 درگیر بودند و به شدت از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه انتقاد کردند. با این حال با در نظر گرفتن خطوط لوله گاز برلین در انتقاد و پشتیبانی از تحریم ها نسبت به کشوری مانند بریتانیا که کمتر به انرژی روسیه وابسته است به شدت خیشتندارتر بوده است. آلمان از طریق اتحادیه اروپا و ناتو در اروپای غربی لنگر انداخته اما در هوای طوفانی ممکن است که لنگرها بلغزند و برلین به لحاظ جغرافیایی طوری واقع شده که اگر نیاز شود کانون توجه خود را به شرق تغییر دهد و روابط نزدیکتری با مسکو برقرار کند. انگلیس در حال تماشای تمام این ماجراهای قاره ای از کناره‌های های اقیانوس اطلس است گاهی اوقات در قلمرو قاره ای حاضر می شود گاه گاهی هم در انزوای پرزرق و برق خود فرو می رود و همیشه به دنبال تضمین کامل این نکته است که هیچ قدرتی قوی تر از آن در اروپا شکل نگیرد واقعیت کنونی در تالارهای دیپلماتیک اتحادیه اروپا در میدانهای نبرد آگینکورت، واترلو یا بالاکلاوا وجود داشت. هر زمان که منافع انگلیس ایجاب کند، خودش را بین اتحاد بزرگ فرانسه آلمان در اتحادیه اروپا وارد می کند. هر زمان که ناکام بماند برای کسب آرای کافی در زمینه به چالش کشیدن سیاست هایی که با آنها مخالف است به جستجوی متحدانی در میان دیگر کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه می پردازد. بریتانیا به لحاظ جغرافیایی در مکان خوبی واقع شده است. زمین های خوب کشاورزی، رودخانه های مناسب، دسترسی عالی به دریاها و ذخایر ماهی آنها نزدیکی کافی به قاره اروپا برای تجارت و هنوز هم به واسطه ماهیت جزیرهیش از خطرات مسون مانده است. موارد زیادی اتفاق افتاده که در آن انگلیس به خاطر جنگ و انقلاب هایی که در همسایگیش رخ داده قدردان موقعیت جغرافیایی خود بوده است. سیانها و تجربیات بریتانیا از جنگ های جهانی دست کم گرفته نشدند بلکه آنها در مقایسه با آنچه که در اروپای قرن بیستم و قبل از آن اتفاق افتاده است ناچیز شمرده شدند. بریتانیایی ها از زندگی کردن با خاطره جمعی تاریخی ناشی از تهاجم های مکرر و تغییرات مرزی به دور بودند. نظریه ای هست مبنی بر اینکه امنیت نسبی انگلستان طی چند صد سال گذشته باعث شده است که از آزادی بیشتر و استبداد کمتری نسبت به دیگر کشورهای اطراف کانال انگلیس برخوردار باشد. این نظریه بران است که برای مردان قوی یا دیکتاتورها الزامات کمتری وجود داشت و با شروع منشور کبیر در سال 1215 میلادی و سپس مقررات آکسفورد در سال 1258 میلادی منجر به این شد که دموکراسی سالها پیش از دیگر کشورها در بریتانیا شکل بگیرد. هرچند این نکته خوب قابل بحثی است اما قابل اثبات نیست. نکته غیرقابل انکار آن است که آبهای موجود در اطراف جزیره و درختان روی آن این امکان را فراهم کرد که یک نیروی دریایی بزرگ ساخته شود و شرایط اقتصادی که موجب انقلاب صنعتی شد جملگی این امکان را فراهم کرد تا بریتانیا کنترل یک امپراتوری جهانی را در دست داشته باشد بریتانیا ممکن است بزرگترین جزیره ای اروپا باشد اما کشوری چندان بزرگ نیست گسترش قدرتش در سراسر سر جهان در قرن هجدهم نوزدهم و بیستم در خور توجه است حتی اگر موقعیتش از آن زمان تنزل یافته باشد اما موقعیت این کشور هنوز مزایای راهبردی خاصی دارد که یکی از آنها شکاف جی آی یو گرینلند، ایسلند و انگلستان است. این شکاف در خطوط دریای جهان یک نقطه ضعف محسوب می شود. هرچند به سختی می توان آن را به اندازه تنگه هرمز یا تنگه مالاکا مهم دانست، اما به طور سنتی امتیازی برای بریتانیا در اقیانوس آتلانتیک شمالی است. مسیر جایگزین برای نیروهای دریایی شمال اروپا از جمله بلژیک، هلند و فرانسه برای دسترسی به اقیانوس اطلس کانال انگلیس است اما این کانال باریک بوده و فقط 20 مایل در تنگه دوور و به خوبی قابل دفاع است هر کشتی روسی که از قطب شمال می آید برای رفتن به اقیانوس اطلس ناچار است از بین جی آی یو گذر کند این مزیت استراتژیک با کاهش نقش و قدرت نیروی دریایی سلطنتی افت کرده است اما در زمان جنگ بار دیگر برای بریتانیا واجد مزیت خواهد بود GIUK یکی از دلایل زیادی است که لندن در سال 2014 به وحشت افتاد زمانی که به نظر می رسید نتیجه رأیگیری در مورد استقلال اسکاتلند شاید مثبت باشد از دست دادن قدرت در دریای شمال و آتلانتیک شمالی یک ضربه استراتژیک و زخمی عظیم خواهد بود برای تتمه اعتبار پادشاهی بریتانیا آنچه که بریتانیا در حال حاضر دارد حافظه جمعی از شکوه و عظمت است این حافظه چیزی است که بسیاری از مردم این جزیره را متقاعد می کند اگر قرار است کاری در جهان انجام شود بریتانیا باید از جمله کشورهایی باشد که آن کار را انجام می دهند. بریتانیا در داخل اروپا باقی خواهد ماند و هنوز خارجان است. این موضوع هنوز حل نشده است. بریتانیایی ها چهل سال پس از پیوستن به اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که برای باقی ماندن در آن همه پرسی برگزار کنند دو مسئله محوری که موجب شد بریتانیایی ها راه خروج از اتحادیه را در پیش بگیرند با هم مرتبط است حاکمیت و مهاجرت دیدگاه ضد اتحادیه اروپا که از حمایت برخی افراد مردد نسبت به این اتحادیه هم برخوردار بود به دلیل حجم و نوع قوانین مصوب اتحادیه اروپا تشدید شده و بریتانیا به عنوان یک کشور عضو ناچار به تبعیت از آن بود به عنوان نمونه اخباری درباره تبهکاران خارجی منتشر میشد که به خاطر جرائم سنگین در بریتانیا محکوم شده بودند ولی به دلیل کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا نمیشد آنها را از کشور اخراج کرد. همزمان موج مهاجران اقتصادی و پناهجویانی که از خاور میانه و آفریقا خود را به اروپا رسانده و خیلی از آنها به دنبال رفتن به بریتانیا بودند نیز به احساسات ضد اروپایی دامن زد و این باور شکل گرفت که آن دسته از کشورهای اروپایی که دالان عبور این مهاجران بودند به نوعی مشوق این مسئله هستند. تعصب علیه مهاجران همواره در دوران رکود اقتصادی رخ میدهد از جمله مورد اخیر که اتحادی اروپا دوچاران شد و اثراتش در همه جای این قاره قابل مشاهده است و نتیجهش هم قدرت گرفتن احزاب سیاسی دست راستی بوده که همه اینها در ستیز با ملیگرای افراطی و در نتیجه تضعیف ساختار اروپا است. یک نمونه ناخوشایند در اوایل سال 2016 رخ داد و برای نخستین بار ظرف نیم قرن گذشته سوئدی ها اوراق شناسایی دانمارکی ها را بازبینی کردند این واکنشی مستقیم به شمار پناهجویان و مهاجران سرازیر شده از خاور میانه به شمال اروپا و حملات گروه داعش به پاریس در نوامبر 2015 بود طرح منطقه شنگن در اروپا که بر اساس آن 20 کشور عبور و مرور بدون روادید را پذیرفتند با تصمیم کشورهای مختلف در زمانهای مختلف برای استقرار دوباره کنترل‌های مرزی به خاطر مسائل امنیتی دچار تلاطم‌های شدیدی شده است دانمارک به خاطر نگرانی از بروز اختلال اقدام به بررسی اوراق شناسایی افرادی کرد که از مرز آلمان وارد می‌شدند این مسئله باعث تحمیل هزینه های اقتصادی دشوارتر شدن سفر و هر دوی اینها تهاجمی فیزیکی و مفهومی به ایده اتحاد هرچه بیشتر است. برخی از تحلیلگران در راستای پیشنهادهای ارائه شده برای کاهش میزان مهاجرت صحبت از دژ اروپا می کنند ولی این واقعیت را نادیده می گیرند که این ایده در عین حال کشراهی به سوی دژ دولت ملت است. بافت سنتی جمعیت سفید پوست اروپا در حال رنگ باختن است. برآوردهای مربوط به جمعیت حاکی از شکل گیری یک هرم وارونه است که بر اساس آن افراد کهنسال که در رأس هرم هستند و شمار محدودتر جوانان در قاعده آن قرار دارند یا مالیات می پردازند. البته چون این برآوردهایی باعث نشده است تا احساسات قوی ضد مهاجرت در میان ساکنان اصلی یعنی همانهایی که با تغییرات سریع در جهان در حال توسعه هم دست و پنجه نرم می کنند تخفیف یابد این تغییر جمعیتی در حال جریان روی سیاست خارجی دولت ملت ها به ویژه در قبال خاور میانه تاثیر گذاشته است به عنوان نمونه، بسیاری از حکومتهای اروپایی در خصوص موضوعاتی چون جنگ عراق یا درگیری میان فلسطینی ها و اسرائیل باید احساس شهروندان مسلمانشان را در جمع بندی سیاستهای خود لحاظ کنند. شخصیتها و هنجارهای داخلی کشورهای اروپایی نیز متأثر از این وضعیت شده است. بحث و جدلها در خصوص حقوق و هجاب زنان، قوانین مربوط به کفرگویی آزادی بیان و بسیاری دیگر از موضوعات جملگی تحت تاثیر حضور شمار زیادی از مسلمانان در مناطق شهری اروپا قرار گرفته است. جمله قصار بولتر مبنی بر اینکه حاضر است جانش را بدهد تا فرد مقابل بتواند نظرش را بیان کند حتی اگر خلاف دیدگاه او باشد زمانی امری مسلم فرض میشد حالا و با وجود اینکه افراد زیادی کشته می شوند زیرا آنچه میگویند توهین محسوب می شود محفر بحث تغییر کرده است. شنیدن این نظر که شاید توهین به مذهب را باید امری خارج از قاعده دانست شاید هم باید آن را غیرقانونی کرد دیگر مسئله غیر معمول نیست در حالی که پیشتر لیبرال ها کاملا پشت سر ولتر می حالا سایه ای از نسبیگرایی گسترده شده است کشتار روزنامه نگاران در دفتر مجله فکاهی فرانسوی شارلی در سال 2015 با محکومیت های گسترده و بیزاری شدید روبرو شد. با این حال اظهار نظرهای بخش های لیبرال محکوم کننده این حملات با این تعریض همراه بود که ولی شاید تنز پردازان خیلی تند رفته باشند. به نوعی این اتفاق تازهی برای اروپای عصر مدرن و بخشی از جنگ فرهنگیش است و کل این وضعیت به نگرش ها به ساختارهای سیاسی اروپایی برمیگردد. همزمان موضوع ناتو به همان شدت و حدت موضوع اتحادیه اروپا محل منازعه است. هر دو می توانند با هم همپوشانی داشته باشند. در غیر این صورت در طول زمان ممکن است منسوخ یا غیر ضروری شوند. در این حالت ما به اروپای زمان حاکمیت دولت ملت ها باز خواهیم گشت که در آن هر کشوری به دنبال یافتن متحدانی در نظام موازنه قدرت است. آلمانی ها دوباره از محاصره شدن توسط روسیه و فرانسه به حراس می افتند. فرانسوی ها دوباره از همسایه بزرگتر خود خواهند ترسید و همه ما به اوایل قرن بیستم باز خواهیم گشت. برای فرانسوی ها این یک کابوس است. فرانسه توانسته که به طور موفقیت آمیزی آلمان را در چارچوب اتحادیه اروپا محدود کند. بعد از اتحاد دو آلمان متوجه شد که آنها به شریکی تازه در یک وسیله نقلیه دو موتور تبدیل شدند که امیدوار بودند حرکت کند. این موضوع برای پاریس مشکلی به وجود می آورد که ظاهرا قادر به حل آن نیست مگر اینکه بی سر و صدا قبول کند که برلین اروپا را نمایندگی می کند که این مسئله خطر ضعیف شدن اتحادیه را افزایش می دهد. اما اگر رهبری آلمان را قبول کند قدرت خود را کاهش می دهد. فرانسه سیاست خارجی مستقلی دارد. در واقع با استفاده از نیروی ضربتی بازدارنده هستهیش، سرزمین های فرامرزی خود و نیروهای مسلح دارای پشتیبانی ناو هواپیما بر این کار را انجام می دهد. اما با اطمینان و علم به این که از جانب شرق در امان است و می تواند با اطمینان با آینده چشم بدوزد. هم فرانسه و هم آلمان در تلاشند تا اتحادیه را متحد نگه دارند. آنها اکنون یکدیگر را به عنوان شرکای طبیعی می بینند. اما فقط آلمان است که پلن بی دارد، روسیه. در پایان جنگ سرد مشاهده شد که بیشتر قدرتهای این قاره بودجه نظامی خود را کاهش داده و از شمار نیروهای مسلح خود کاستند. شوک جنگ سال 2008 روسیه و گرجستان و انضمام کریمه به خاک روسیه در سال 2014 توجه را به احتمال مسئله قدیمی بروز جنگ در اروپا معطوف کرده است. در حال حاضر روزها مرتب معمولیت های پروازی را به منظور آزمودن سامانه های دفاع هوایی در اروپا انجام می دهند و مشغول تحکیم موقعیت خود در مناطق اوسطی جنوبی، آبخازیا، کریمه، ترانس و یا شرق اوکراین هستند. آنها ارتباطات خود را با اقلیت روس در بالتیک حفظ می کنند و هنوز سرزمین برون بومی خود کالینینگراد در دریای بالتیک را در اختیار دارند. اروپایی ها دست به کار برخی محاسبه های مجدد جدی در خصوص هزینه های نظامی خود شدند، اما پول زیادی وجود ندارد و مجبور به اتخاذ تصمیم های دشوار هستند. در حالی که آنها درباره تصمیم ها بحث می کنند، ها در حال از بین رفتن هستند و دیپلمات‌ها ها و استراتژیست های نظامی می بینند که شاید تهدیدات شارمانی، ناپلون، هیتلر و شورویها ها برطرف شده باشد ولی دشت اروپای شمالی، کارپاتها، بالتیک و دریای شمال هنوز سر جای خود هستند. رابرت کاگان مورخ در اثر خود با عنوان بهشت و قدرت این بحث را به میان می کشد که ساکنان اروپای غربی در بهشت زندگی می کنند اما نباید در جهان قدرت به دنبال اجرای قوانین آن بهشتی باشند که خود زمانی از آنجا رانده شدند. شاید همین که بحران یورو رفع می شود و نگاهی به گوش و کنار بهشت می کنیم غیر ممکن به نظر می رسد که بتوانیم به عقب برگردیم اما تاریخ به ما می گوید که روندها ممکن است فقط ظرف چند دهه تغییر کنند و جغرافیا به ما می گوید که اگر انسانها بیوقفه در تلاش برای قلبه بر قوانین جغرافیا نباشند، این قوانین بر ما قلب خواهند کرد. این همون چیزی است که هلموت کول نیز پس از ترک مقام صدر آلمان در سال 1998 بدان اشاره کرد. آخرین رهبر آلمان که در دوران جنگ جهانی دوم زیسته و در نتیجه وحشتهای آن دوره را تجربه کرده بود. او در سال 2012 در مقاله‌ای برای پرفروشترین روزنامه آلمان بیلد نوشت که آشکارا هنوز این احتمال وجود دارد که به دلیل وجود بحران مالی نسل فعلی رهبران تجربه پس از جنگ را در اعتماد اروپاییان پرورش نمی‌دهند. برای کسانی که در این دور زندگی نکردند و به خصوص آنها که اکنون در این بحران میپرسند اتحادیه اروپا چه سودی دارد به رغم دوره بی سابقه ای از صلح که بیش از 65 سال است ادامه یافته و با وجود مشکلات و سختی هایی که ما هنوز باید بر آنها غلبه کنیم پاسخ این است صلح